فری باز آدیو بوک تقدیم می کند پدر آن دیگری نوشته خانوم پرینوش سنیعی قسمت پنجم در خانه ما جز من همه باهوشند آرش از من خیلی بزرگتر است مامان می گفت تازه آرش مدرسه رفته بود که من دنیا آمدم. آرش پسر خوب و مایه افتخار خانواده بود. اش از بچگی تا حالا عوض نشده. خیلی قد بلند نیست ولی لاغره. با چشمها و موهای سیاه و پوست سفید. فقط یک سیبیل کم داره تا بشه عین باباش. مثل او جدی، کم حرف و از خود راضی هم هست. همیشه انگار یه جوری غمگینه. بچه هم که بودیم با من کاری نداشت. همیشه در حال خواندن یا نوشتن بود. باباش با یه جور کیف و لذت نگاش میکرد. در عوض نگاهش به من با اخم بود. دست خودش نبود. از دیدن من ناراحت میشد. شادی خواهرمونه. دو سال از من کوچیکتره. ولی از وقتی که یادمه مثل بلبل حرف میزد انگار از اول بلد بود حرف بزنه برعکس من دهنش رو باز میکرد و هر چی دلش میخواست میگفت انقدر لجم میگرفت نه می ترسید، نه صداش میلرزید نه خجالت میکشید وقتی حرف میزد مامانم حزم میکرد بهش میگفت شادی زندگی من بله او شادی زندگیش بود همانطور که من قصه زندگیش بودم همیشه میگفت قصه این بچه بالاخره منو میکشه خیلی احساس بدیه که بدونی باعث قصه خونوادت هستی بعضی وقتا دلم میخواست کله شادی را بکنم اما هنوز دستم به اون نرسیده جیغ میزد و مادر سراسیمه میرسید ولی او هرقدر اذیت میکرد من نمیتوانستم چیزی بگویم. تنها ای که دنیا آمدن شادی داشت این بود که مادر تا چند سال به اداره نرفت و پای اکرم خانوم از خانه ما بریده شد. تا قبل از آمدن شادی هر صبح همه لباس میپوشیدند و میرفتند و مرا که گریه میکردم پیش اکرم خانوم میگذاشتند. جوری رفتار می کردند که گویی به زودی برمیگردند. ولی نمیدانستند که آن روزها چقدر برای من طولانی بود. هر روز فکر می کردم که آنها برای همیشه رفتهاند و مرا به اکرم خانوم بخشیدند و تا وقتی یکی یکی بر می گشتند قلبم جوری برم میکرد که به اندازه تمام خانه میشد. مادر اکرم خانم را دوست داشت می گفت زن خوبیه شایدم بود به مادر کمک می کرد مدام خانه را جارو می زد و روزی چند دفعه مرا می شست. بیچاره وسواس تمیزی داشت و بیچاره تر من که همیشه باید مثل عروسک توی ویترین برق می زدم. هیچ چیز در مورد بازی نمیدانست. من یا باید غذا میخوردم یا میخوابیدم یا توی تختم که میله بزرگ داشت میشستم اگه لکه بل لباسم مینشست لبهایش را میکن با لحجه خودش میگفت وای خدا مرگم بده و جوری به من و لکه روی لباس نگاه میکرد که احساس که کسافت مجسم هستم و ترس برم میداشت او همیشه آوازهای غمگین میخواند گاهی که سر حال بود با من حرف میزد اما به زبانی که فقط خودش بلد بود اسم اشیا را که تازه داشتم میشناختم جور دیگری میگفت من گیج میشدم از ایوان خانه موقع په کردن لباس با خانم همسایه به همان زبان حرف میزد گاهی هم دخترش را میآورد آن وقت تمام روز زبان اصلی خانه زبان آنها بود به محض ورود مادر زبان عوض می شد اسم ها تغییر می کرد و من نمیفهمیدم چیزی که تمام روز نامش سو بوده چطور یک مرتبه تبدیل به آب می شود با آمدن شادی این برنامه تغییر کرد مادر اداره نرفت هرچند بیشتر وقتش با شادی میگذشت و وقتی هم آرش میآمد با او درس میخوان و توجه زیادی به من نداشت ولی باز هم خوب بود دیگر مجبور نبودم هر روز از قصه رفتن او گریه کنم همانقدر که مطمئن بودم که هست و هر وقت بخواهم میتوانم نگاهش کنم برایم کافی بود هنوز چهره جوان و زیبای آن روزهایش جلوی چشمانم است با آن پوست گندمگون چشمهای اصلی دروش و موهای پرپشت و سیاهی که اغلب پشت سرش میبست دندانهای سفید و خنده دلنشینش را بیش از هر چیز دوست داشتم آدم مهم خانه ما پدر آرش بود که صبحا با سر و صدا از خانه بیرون میرفت من سعی میکردم تا او در خانه است از خواب بیدار نشوم وقتی برمیگشت هوا تاریک بود گویا چند جا کار میکرد همیشه خسته و بیحوصله به نظر می رسید. وقتی میآمد به نظرم سیبیل های سیاهش آویزانتر ازتو بود جلوی تلویزیون چرت میزد تا شام حاضر شود در سکوت غذا را میخورد بعد هم روزنامهاش را زیر بغل میزد و میگفت شب بخیر. و سلانه سلانه از پله ها بالا می رفت و در اتاقشان که آن روزها روبروی اتاق من و شادی بود حالا به طبقه پایین منتقل شده می خوابید. همیشه هم قر می زد که خوابش نمیبرد. مادر تا بابای آرش می آمد به حرف زدن می افتاد خب چه خبر آقا؟ امروز چه کارا کردی؟ ولی او بی حسل و جدی می گفت هیچی خانوم مثل همیشه کار کار چته حالت خوب نیست؟ چه سوال ها میکنی؟ خوب خستم دیگه خانوم مادر قصه میخورد ولی چیزی نمیگفت من این را احساس میکردم نمیدانم از غرور بود و یا کمرویی که ساکت میشد و هیچ اصراری برای گرفتن جواب نداشت فقط آرش حق داشت وقت خواب و استراحت پدرش را بگیرد در مورد درسهایش از او سوال میکرد هرچه سوال سختتر بود پدرش بیشتر خوشحال میشد آن وقت با غرور به مادر نگاه میکرد و میگفت مشالله میبینی خانم بچم چقدر باهوشه آفرین بعضی وقتها هم با کنایه به من اشاره میکرد و میگفت یادت آرش وقتی به این سن بود چقدر شعر بلد بود من منظورش را میفهمیدم با این حرفها به خنگی و بیزبانی من اشاره میکرد و به مادر سرکوف میزد آنها مدام در مورد حرف زدن یا نزدن من صحبت میکردند و گاه با اصرار میخواستند وادار به حرف زدنم کنند من از این همه توجه نسبت به ناتوانیم بیش از پیش وحشت می کردم. حالم بد می شد. قلبم تند می زد. دلم می خواست فرار کنم و در یک اتاق تاریک پنهان شوم. گوشه ای می رفتم. کس می کردم و می خواستم هیچ کس را نبینم. اما همه توی سرم حرف می زدند. ببی خیلی قصه میخورد که چرا مثل آرش باهوش نیست و پدر دوستش ندارد اسی با عصبانیت میگفت به جهنم مهم نیست گور باباش انقدر دلم میخواد همشونو بزنم اصلا بابا به چه درد میخوره بره گم شه هیچ کدومشونو دوست ندارم ببی میگفت ولی من مامانو دوست دارم اسی روز به روز بیشتر از بابای آرش بدش می اومد و زبان من روز به روز سنگینتر تر میشد و بیشتر می فهمیدم که چقدر خنگم و هیچ وقت نمیتونم حرف بزنم فقط اسی و بیبی مرا درک میکردند و همون جور که بودم دوسم داشتند حضور آنها موهبتی بود نمیدانستم دخترن یا پسر چه فرقی داشت همیشه همان چیزی بودند که باید باشند با آنها میتوانستم ها حرف بزنم و بازی کنم